العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز دومین روزی ماه ذی‌الحجه مبارک است. بنابراین برادران بزرگوار، نمازگزاران محترم، شنوندگان قابل قدر، بحث ما پیرامون نکاتی تمرکز دارد که مربوط به این دهه مبارک میشه، این دهه اولی ذی‌الحجه مبارکه. از آنجایی که مباحث زیاد است، مسائل و نکات ارزنده زیاد است، نمیشه به همه این موارد رسیدگی بشه، اما مش نمره خیروار نکاتی خدمت عزیزان گرامی بیان میشه تا در پرتو آن قدر و ارزش این دهه مبارک دانسته بشه و خود در حد توان به اون نکات آراسته بسازه. دهه اول ذی‌الحجه چنان دهه هست که علمای کرام در میان ماهای سال و دهه ها به سه تا دهه توجه خاصی داشتند. یکی دهه اول ذی‌الحجه که ما در همین دهه فعلا قرار داریم، دوم دهه اول محرم الحرام که بعد از ماه ذی‌الحجه ماه محرم شروع میشه، و سوم دهه اخیر رمضان. یعنی به این سه دهه توجه خاصی به خاطر ارزش و فرصت های طلایی که موجود است دوستان خدا، علمای کرام، وقت شناسان مبذول می داشتند و از خود نشان می دادند. سه تا دهه. ما در دومین روز این دهه قرار داریم. دیروز پنجشنبه اولی ماه ذی‌الحجه بود، امروز جمعه دومین روز ماه ذی‌الحجه 1443 هست. این ماه هجری قمری سالش رو به اختتام است، چون آخرین ماه از ماه‌های هجری قمری ذی‌الحجه هست. چرا علما به این دهه توجه خاصی داشتند؟ صرف نظر از توجه علما، آیات قرآن کریم به این دهه
میبینیم پرداخته و توجه کرده. آیاتی که ما خواندم در سوره مبارکه فجر در تفاسیر آمده که منظور از ولیال نعش دهه اول ذی‌الحجه است. الله متعال به این دهه قسم خورده، و الفجر و لیال نعش، قسم به فجر و قسم به شبهای دهگانه. علما این شبهای دهگانه را ابن کثیر طبری گفتن که منظور دهه اول ذی‌الحجه است. الله متعال به چیزی قسم می‌خوره به خاطر اهمیت او مورد است. اگر چیزی را الله در قسم خود یاد می‌کنه به او عظمت می‌بخشد، به او ارزش قائل است، به او در حقیقت اعتنا می‌کند. و لیالی عشر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکه می فرماید در نزد خدا عمل هیچ روز دیگری به اندازه این دهه محبوبیت ندارد. ما من ایام العمل صالح فیهن احب الی الله من هذه الایام، یعنی عمل هیچ روز به اندازه عمل صالح این دهه در نزد خدا ارزش اهمیت ندارد. این به این خاطر است عزیزای گرامی که در این دهه مجموعه از عبادت ها با هم جمع شده، در این دهه مجموعه از عبادات چه نماز باشد، چه صدقات باشد، چه قربانی باشد، چه روزه باشد، چه حج که رکنی از ارکان عظیم اسلام است، همه و همه در همین دهه اتفاق می افتد. ما به نماز و به پایبندی نماز علاوه از فرائض در این دهه تشویق شدیم به نحوی. ما به روزه گرفتن در این دهه تشویق شدیم، روزه نفلی، خصوصا روز نهم ذی‌الحجه که روز عرفه است. ما به همکاری مالی و مادی و دستگیری بینوایان تشویق شدیم که عبادتی مالی هست، صدقات. و ما در روز دهم این ماه که عید قربان است شاهد عبادت مالی محض دیگری هستیم که عبارت از قربانی است. و ما در قربانی خود فقرا، همسایه ها، مستضعفین، مستحقین برشان سهمی در نظر میگیریم. و نیز ما شاهدی جماعت بزرگی، تجمع بزرگی از مسلمان های سراسر جهان در همین دهه هستیم. در روز نهم وقوفی در عرفات رخ میدهد. کوه و دمنی حرمین شریفین خصوصا مکه معظمه در این دهه سیل از انسان ها در او در جنب جوش است. و در او گشت و گرد خود، فراز و نشیب خود، بلند شدن و پایین شدن خود، وفاداری خود به الله نشان میتن، صداقت خود و ایمان خود نشان میتن، و یاد از مردان تاریخ ساز و انقلاب آفرینی که در طول تاریخ نامشان تا قیام قیامت زنده هست از او مردم میکنه. حضرت ابراهیم خلیل، حضرت هاجر خانمش، حضرت رسول نازنین اسلام صلی الله علیه و سلم، صحابه کرامی که از مال خود، از جان خود، از شب و روز خود گذشتن تا این دین به ما برسه و رسید. و با فداکاری های مردان و زنان مسلمان ها آشنا میشن که به خاطر رضای الله از مال خود، از فرزند خود حتی گذشتن. حضرت هاجر با فرزندش، با پسری خردسال و طفل در صحرای سوزان مکه به تنهایی گذاشته میشه. ابراهیم خلیل ایره میگذاره و میره. ما را با کی میگذاری؟ در این دشتی که نه کسی هست، نه نانی هست، نه خوراکی هست، نه آبی هست،
حضرت ابراهیم پشت سر خود نگاه نمیکنه. حضرت هاجر فهمید که ابراهیم از پیش خود این کار را نمیکنه. گفت الله برات دستور داده. گفت بله. گفت پس برو. وقتی که امر الله هست ما را او ضایع نمیکنه. ابراهیم خلیل میره حضرت هاجر دنبال آبی جای کسی میگردد. میره از این تپه به او تپه، از او تپه به این تپه تا کسی را ببینه. یک نمی تری چشمه هیچ کسی پیدا نمیکنه و پیدا نمیشه. سرانجام میایه میبینه زیری پاهای طفلی که با پشت خوابیده. سرانجام حضرت هاجر میایه طفلی که به خاطر او پشت آب میدوید از زیر پاشینه های پای او آب فوران کرده و آب جوش خورده که امروز او آب مبارک است، او آب ارزشمند است و از آب به عنوان تبرک مردم به جاهایی که میرن به عنوان تحفه و هدیه میبرن. آبی زمزم یا چای زمزم، مجموعه از عبادات در این دهه جمع میشه. به این خاطر ارزش و اهمیتی دارد که الله متعال به این دهه قسم یاد میکند، به این دهه قسم و سوگند یاد میکند. و لیال عشر. اما ما در این دهه چی باید بکنیم که یک روزش گذشت و امروزش هم در حال گذشتن است؟ بنابر ذیقیت وقت میخوام 10 نکته را در این قسمت خدمت عزیزای گرامی بیان بکنم. 10 نکته‌ای که شیوخ، علمای کرام، اساتید بزرگوار برای ما بیان کردند تا ما با تطبیق او موارد قدر و ارزشی این دهه را بدانیم و از ثواب و پاداشی که لازم است محروم نشیم. اگر ما 10 نکته را در این دهه مراعات بکنیم، انگشت شمار به شکلی فهرستوار ما تذکر میتون دوستای عزیز متوجه باشد. آنچه را که ما در این دهه اعم از مرد و زن، پیر و جوان باید مراعات کنیم تا این دهه ما پر نورتر، پر برکتر شود و خیر و منفعت ما کمایی بکنیم. خیر معنوی، یک، باید تلاش بکنیم نمازهای ما از پیش ما فوت نشد. نمازهای 5 گانه تا میتونیم با جماعت بخوانیم، تا میتونیم در وقتش بخوانیم برادران. اما خواهرای ما، مادرای بزرگواری ما در خانه در اول وقت نمازهای 5 گانه خدا بخوانند. این بهترین عمل به حساب می آید که نماز در اول وقتش خوانده بشه، قضا نشه تا می توانیم با جماعت بخوانیم. یک مورد. الحمدلله با این آراسته هستیم اما در این دهه بیشتر توجه میکنیم. دوم، تا میتونیم در این دهه دوستای عزیز از گناه و معصیت دور باشیم. گناه در هر وقت بد است اما در اوقاتی که خاص است او بدتر است. جرم و جنایت در هر وقت کاری زشت و نامناسب است اما در شب و روزی که انسان باید او را غنیمت بدانه تا از لحظه لحظه او استفاده بکنه، گناه ای جرمش، غلظتش بیشتر و شدیدتر است. بنابراین در این دهه تا میتانیم از نزدیک شدنی به گناه اجتناب بکنیم، تا میتانیم از گناه دور باشیم، تا میتانیم با ارتکاب گناه نزدیک نشیم. چون اگر ما به گناه گرفتار شدیم اون معنا و نور و منفعتی را که در عبادت باید برسه ما از دست میدیم. این را خود میدانیم که عبادات آثار خود دارد.
عبادات تأثیرات خود دارن، عبادات تغییر و تحول و نفع و نورانیت خود دارن. وقتی که ما با ارتکاب گناه در این دهه مبارک خدا از او منفعت و نورانیت و خیری که در عبادات و آثاری که در عبادات متصور است محروم کردیم، پس ما متاسفانه حق این دهه را ادا نکردیم، خصوصا از گناهانی که مربوط به چشم و زبان ما میشه، خصوصا از ارتکاب گناهانی که مربوط به چشم و نگاه های ما میشه، مربوط به زبان و گفتار ما میشه. جراحات السنان لها التیاب ولا یلتام ما جرح اللسان، زخمهای نیزه بگردد به دارو ولی زخم زبان را نیست دارو. با زبان خود غیبت نکنیم، با زبان خود سخنچینی نکنیم، با زبان خود کسی را بد و بیراه نگیم، با زبان خود بالاخره دا و دشنام نتیم. باید مراقب زبان خود باشیم، مراقب نگاه های خود باشیم. با ارتکاب گناه، با ملوث شدن به گناه، او آثاری را که در عبادات مرتب میشه او را از بین نبره. این مثل این است که پیش دکتر میری، این مثال بارها دادیم، از یک طرف دوای دکتر مطابق بیماری ما تجویز شده، اما از دیگه طرف ما با بدپرهیزی خود آثاری دوا را از بین میبریم. با استفاده نادرست دوا نتیجه دوا را به دست نمیاریم. ما با عبادت میخواهیم به معنویت برسیم، به ارتقای معنوی برسیم، اما از دیگه طرف با ارتکاب معاصی و مشکلات معنوی او نتیجه ای که باید در عبادت به دست بیاریم از دست میدیم. این دو مورد شد. سوم، برادرایی که تصمیم قربانی را دارند، برادرایی که تصمیم قربانی کردن دارند، با آغاز ماه ذی‌الحجه تا وقت نماز عید قربان از گرفتن موی بدن خود و ناخن‌های خود خودداری بکنند. این مستحب است در نزد احناف، کار خوب است. یعنی کسی که قربانی میکنه و توانایی قربانی را داره، وقتی که ماه ذی‌الحجه داخل میشه تا وقتی که نماز عید قربان میخوانه و قربانی خود ذبح میکنه، از گرفتن موی بدن خود، از تمام بدنش، چی موی سر، چی لبها، چی موهای اضافی بدن، و نیز از گرفتن ناخونهای خود خودداری بکنه. این اجر و ثوابی داره. اما اگر کسی گرفت، ما با او درگیر نمیشیم، ما با او مشت بیخن نمیشیم که چرا این کار کردی. یک امر استحبابی هست که در حقیقت ثواب داره، مستحب است، کار خوبی هست که ما شباهت با حجاج از خود نشان میدیم. حجاج هم تا قربانی خود حلال نکنن در احرام باقی میمانن، بعد از اینکه حیوان خود ذبح کردن باز حلال میشن، میتونن موی خود بگیرن، ناخنهای خود بگیرن، عطر استفاده بکنن. این سه مورد شد. چهارم، اگر میتونیم برادرای بزرگوار، چی خوب است که تمام این دهه را، این تا روز نهم، روز دهم که عید قربان است، نه روز اول ذی‌الحجه رو روزه بگیریم. اگر میتونیم و توفیق رفیقمان میشه که بهترین کار است. روزه نفلی در این دهه بهترین ثواب داره. اگر نمیتونیم یا توفیق رفیقمان نمیشه، روز عرفه را که روز نهم است و جمعه آینده است، او را از دست بدیم. روزه گرفتن در روز نهم ذی‌الحجه که روز عرفه هست و جمعه پیش رو روز عرفه است، او را از دست بده. هرچی بیشتر روزه بگیریم در این دهه بهتر است، خصوصا روز نهم که روز عرفه هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که روزه روز عرفه گناهانی دو سال محو و نابود میکند. یعنی گناهانی دو سال توسطی روزه روزی عرفه مورد محو و بخشش قرار میگیره.
نکته دیگری که در این دهه متوجه باشند دوستای عزیز، ذکری تسبیحاتی بعد از نمازها. بعد از نمازها ما ذکر و اذکار مسنون داریم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله اکبر الله اکبر. بعد از نمازهای پنجگانه هر کدام یزیار 33 مرتبه بگیم و الله اکبر 34 مرتبه بگیم که مجموعه ای اذکار و تسبیحات 100 مرتبه میشه. بسیار وقتی کم هم میگیره، در یک دقیقه دو دقیقه خلاص میشه 3 دقیقه. ای اذکار و ای تسبیحات بعد از نمازها تلاش بکنیم از یاد نبریم. سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه، الله اکبر 34 مرتبه. همچنین نکته دیگری که باید متوجه باشین در این دهه، گفتنی تهلیل و تکبیر و تحمید در هر حالت است. ما با دو نوع تکبیر در دهه ذی‌الحجه مواجه هستیم. یک تکبیرات هست که گفتنش واجب است و او مقید است که روز عرفه بعد از نماز صبح شروع میشه تا روز 13 آخرین روز ایام تشریق و نماز عصر او گفته میشه. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. این در روز عرفه تا روز 13 ذی‌الحجه که آخرین روز ایام تشریق است، بعد از هر نماز فرض، بعد از هر نماز فرض گفتنش برای مرد و زن، برای مسافر و مقیم واجب است که گفته بشه حداقل یک بار. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. او حکم جداست، اما به شکل مطلق هم آمده. حدیثی که ما در ابتدا خدمت شما خواندم، حضرت عبدالله ابن عمر می فرماید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: ما من ایام اعظم عند الله و احب الیه العمل فیهن من هذه الایام العشر. یعنی عمل هیچ روزی در نزد خدا بزرگتر و محبوبتر از عمل در این دهن نیست. فاکثروا فیهن، پس شما زیاد بگویید در این دو دهه، تکبیر و تهلیل و تحمید را. تکبیر الله اکبر، تهلیل لا اله الا الله، و تحمید الحمدلله. در این ذکری که من خدمت شما گفتم هم تکبیر است، هم تهلیل است و هم تحمید. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. گفتن یزی وضو لازم ندارد، نشستن لازم نیست، رو با قبله لازم نیست. نشسته هم میتانی بگی، بر پهلو خوابیده هم میتانی بگی، بی وضو هم اگر بگی مشکلی نیست، ثواب خدا برات میته. سوار هم باشی بگی مشکلی نیست، روان هم که باشی بگو، هیچ فرقی نمی کنه. بالاخره زبان ما با ذکر و یاد خدا تعلق داشته باشه، تر و تازه باشه. با من این ذکر تکرار بکنن دوستای عزیز با صدای بلند: الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. بلند بلندم تکرار بکنیم. حضرت عبدالله ابن عمر و حضرت ابو هریره در این دهه به بازار می رفتن و با صدای بلند این تکبیرات می گفتن. مسلمان ها با شنیدن تکبیر برادران خود با هم تکبیر می گفتن. بلندم این تکبیر بگیم: الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. این زیاد تکرار لازم نیست که ما منتظری آمدن روز عرفه باشیم. از ما هیچ چیزی نمیخواهد، هیچ چیزی مصرف نمیشه. کلمه درازی هم نیست که در 5 دقیقه ما ای را بخوانیم.
در چند ثانیه تمام میشه. به این خاطر این را تلاش بکنیم، زیاد تکرار بکنیم در خانه، در خانه برای خواهرای خود، برای مادرای خود این را یاد بکنیم. متاسفانه خواهرای ما، مادرای ما از این موضوعات تعدادی زیادشان بیخبر هستند. در خانه برشان این را تذکر بوده، این را تعلیم بوده که گفتن این تسبیحات و این تکبیرات برای اونها هم واجب است، که از روز عرفه تا روز 13 ذی‌الحجه را مثل نماز عصر باید گفته باشند: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد. نکته دیگر که در این دهه متوجه باشیم عزیزای گرامی، کلمه دیگری یا ذکر دیگری هست که دوستان هم حتما یاد دارن، کلمه سیومی که ما و شما میگیم: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این را زیاد تکرار بکنیم. نکته بعدی که در این دهه او را از یاد نبریم: هزار بار بشویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. هر دم از ما صد درود و صد سلام، بر وی و بر آل و اصحابش تمام. صلوات و درود بر منجی بشریت رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم. درود بخو، تکرار بکنیم درود شریف: اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. تلاش بکنیم درود بیشتری در این شب و روز مبارک برای رسول نازنین خود و شافع خود ان شاء الله و شفیع خود تقدیم بکنیم. درودهای زیادی وجود دارند. بهترین درود همین درودی است که ما و شما خواندیم که در نماز خوانده میشه. درودهای کوتاه‌تر: اللهم صل و سلم علی نبینا محمد، خصوصا در روزهای جمعه مبارکه. در هر حالتی این درودها را تلاش بکنیم بخوانیم. هر چی درودی بیشتر بخوانیم ما خود به الله نزدیکتر میسازیم. همچنین نکته بعدی که مراعات کردنش و توجه به او برای ما در این دهه بسیار مهم است، ارتباطی با قرآن است. اگر داریم این را باید بیشتر بسازیم. مسلمان که باید ارتباطی با قرآن در شبانه روزی خود داشته باشد، غیر از رمضان، غیر از دهه اول ذی‌الحجه، باید در تمام فصلها و ماها و شب و روز ارتباطی با قرآن فراموش نکنه. اما حالات خاصی هست که او از ما می طلبد تا ما تعلق بیشتری با قرآن داشته باشیم. با تلاوتش، با گوش کردنش، با ترجمه و تفسیرش، با تدبری در معانیش، حدی اقل روزانه برای قرآن کریم 10 دقیقه، 15 دقیقه، نیم ساعت وقت بدیم. اگر می تانیم که در این دهه قرآن با برنامه ریزی قبل از این دهه ختم بکنیم، این نور علی نور است که روزانه ما 3 سپاره بخوانیم. از دهه اول ذی‌الحجه شروع، روز عرفه خلاص میشه. 3 سپاره 1 ساعت، 1.5 ساعت وقت میگیره. هم قرآن ختم میشه و هم ما بهترین عملی را که الله او را دوست داره انجام دادیم که عبارت از ختم قرآن کریم است. اگر نمیتونیم که برنامه ختم قرآن در برنامه های خود یا در دستور عمل خود در دهه اول ذی‌الحجه بگنجانیم، حد اقل 3 سپاره روزانه، چند دقیقه با قرآن تعلق و ارتباط داشته باشیم. دوری ما از قرآن سبب سخت شدن دل ما میشه. دوری ما از قرآن سبب قساوت قلب میشه. سبب بی رغبتی ما به عبادت و طاعت میشه. دوری ما از قرآن سبب خشم شدن و خشم بودن ما میشه. دو تا چیز قلب انسان نرود میکنند: یکی زیارت قبور، یکی تلاوت قرآن کریم. قلب های انسان ها
مانند که آهن زنگ میگیره، اینها هم زنگ میگیره. پس برای سیقل کاری قلبها این دو تا نکته بسیار مهم است. برای جلایش قلب تلاوت قرآن کریم بسیار مؤثر است و همچنین زیارت قبور و تدبر در عاقبت زندگی خود بسیار مهم و مؤثر است. و نکته اخیری که در این دهه مراعات بکنیم برادران بزرگوار، پایبندی یا مواظبت بیشتر در ادای نوافلی که در جریان نمازهای پنج وقت خوانده میشه. یکی نمازهای فرض است که ما در پنج وقت نماز خود میخوانیم، یکی سنت های مؤکده هست که ما همراه با نمازهای فرض میخوانیم، دو رکعت نماز صبح، شش رکعت نماز پیشین، دو رکعت نماز شام، دو رکعت نماز خفتن. علاوه از سنت های مؤکد نوافل دیگری هست که سنت زوائد هم میگن. تلاش بکنیم در جریان نمازهای پنجگانه خود این نمازها را هم بخوانیم. مثلا قبل از نماز عصر اگر میتونیم چهار رکعت نماز نفل بخوانیم، بعد از نماز شام اگر میتونیم بعد از سنت شام چهار رکعت نفل یا شش رکعت نفل، دو رکعت بخوانیم. این بسیار مهم و مؤثر است. بعد از سنت نماز خفتن و قبل از وتر واجب چهار رکعت نفل بخوانیم. به نیت تهجد اگر کسایی که عادت تهجد و شب زنده داری ندارند، چهار رکعت نفل بعد از سنت نماز خفتن قبل از وتر واجب خوانده باشد. اگر کسی به تهجد هم بیدار نشه، ثواب تهجد خدا براش میده. و نماز تهجد که بهترین نمازهای نفل و افضل ترین نمازهای نفل است، اگر عادت داشته باشیم خود بیدار بسازیم که بخوانیم، این که خیلی خوب است. یعنی در جریان این دهه تلاش بکنیم پایبندی بیشتری به خاطر ارزش این دهه و با برکت ساختن اعمال و افعال خود این عبادات نفلی را انجام بدیم. و آخرین نکته برادرای بزرگوار، در جریان همین مباحث گفتیم مراقب زبان خود باشیم تا کسی را آزار نتیم، کسی را خسته و ناراحت نسازیم. اگر از پیش ما کسی ناراحت میشه یا اگر کسی را خدای ناخواسته سخت میگیم، جرأت معذرت خواهی را هم داشته باشیم. از پیشش معذرت بخواهیم، ببخشید معذرت میخوام، از پیش من اشتباه شد، این هیچ مشکلی نداره، هیچ جای ما از این کم نمیشه. از او بخواهیم که ما را حلال بکنه، چون رضای خدا با اذیت و آزار خلق خدا میسر نمیشه. این را متوجه هستیم؟ خدا از ما راضی نمیشه تا خلق خدا از ما راضی نشه، تا مخلوقات خدا، بندگان خدا از ما راضی نشه، تا ما قدری همدیگر را ندانیم، قدری نعمتهای خدا را هم نمیدانیم، تا ما شکرگزاری همدیگر نباشیم، شکر نعمت خدا را هم نمیتونیم ادا بکنیم. پس تلاش بکنیم مراقب زبان خود، مراقب نگاه های خود، مراقب نشست و برخاست خود همیشه باشیم، خصوصا در این دهه. به همین ارتباط یک موضوعی را هم که هفته قبلی از پیش من اشتباه شده بود گفتم، جرأت اصلاح و جرأت اعتراف به اشتباه باید داشته باشیم. یکی از آجیسایبای بسیار خوب این را یادآور شد، تذکر داد که این مورید شما گفتیم در حالی که حقیقتش اینی قسم است. بعد گفت برادر درست بود، او عبارت از این است که من به تکرار گفتم، دوستا حتما اگر متوجه بوده باشن یادشان می آید که روز نهمی ذی الحجه وقتی که در مینا سپری میکنیم شب روز نهم، گفتم بعد از زوال به طرف عرفات حرکت بکنن. این قسم درست نیست. منظور این است که امو مدتی وقوفی در عرفات که با وقوفی در اون مدت رکنیت یا فرضیت وقوفی عرفات از گردن ما خلاص میشن، بعد از زوال تا قبل از طلوع صبح صادق است. در امی مدت با توقف ما در عرفات فرضیت از گردن ما ادا میشه.
اما ما گفته بودم که بعد از زوال از مینا حرکت بکنه به طرف عرفات. اگر این قسم گفتیم اشتباه گفتیم، من معذرت میخوام از برادرایی که ایراد شنیدن یا با این فکر کردن حقیقت امین است، بلکه بعد از طلوع خورشید از مینا به طرف عرفات حرکت میکنه. حقیقتش این است، آنچه که درست است، بعد از طلوع خورشید از مینا روز نهم به طرف عرفات حرکت میکنه تا اینکه در عرفات برسن. بالاخره باز مدتی را که از دوجه میمانن، بعد از غروب آفتاب از عرفات بیرون میشن میرن. این مورد خاصم اصلاح بکنم و تشکر میکنم از آجی سیدی که را برای ما تذکر داد. ما پیامبر نیستیم، هیچ کسی خالی از اشتباه نیست. عالم هم اشتباه میکنه، واعظ هم اشتباه میکنه، اشتباهات لفظی، اشتباهات زبانی. به این خاطر ای خیلی خوب است که ما بپذیریم، اعتراف بکنیم بله از ما اشتباه شد. اگر در مورد صحبت دیگری هم که ما گفتم جرأت و جسارت بکنیم، اگر از زبان ما گاهی سخنی تند سخت بیرون شده خدای نخواسته به کسی برخورده، ابتداعا این که عالمی که واقعا حق بیان میکنه در صحبتهای خود شخصی را مورد نظر نداره، شخص خاصی، فرد خاصی مورد نظر در صحبت نیست، به شکل عام صحبت میکنه. به این خاطر اگر کسی هم ناراحت شده، من معذرت میخوام، ناراحت نشه کسی. روی سه نکته ما صحبت کردم به شکل بسیار خلاصه. یکی این که دهه اولی ذی‌الحجه هست، ما در دومین روزش قرار داریم. در این دهه عمل بهترین و ارزشمندترین ثواب در نزد خدا داره. عمل هیچ روزی و هیچ وقت دیگری به اندازه عمل صالح در این دهه در نزد خدا محبوب و بزرگ نیست. یک مورد. دوم نکاتی هست که ما باید با تطبیقشان در زندگی عملی خود ارزش این دهه را، قدر و قیمت خود بیشتر و بالاتر ببریم. اول این که باید ما پایبند نمازهای پنجگانه با جماعت باشیم در صورت امکان. باید من پنج وقت نماز لجمی سر وکو و خانم ها در خانه در اول وقت نمازهای خود بخوانند. نکته دوم، از ارتکاب هر نوع گناه تلاش بکنیم خودداری بکنیم. باید لهر نوع گناه نظام ساکن، چی صغیره چی کبیره. زو که چی عبادات آثار لری، معنویت لری، او نفع لری، او من پا گناهون و سوره اغا آثار لری که او دویم خبره. دویم خبره هغه کس چی قربانی کهی، قربانی تا تیاری نیولیده، باید در اول در ذوالحجه نه تر منز پوری خپل ویخته او ناخون اونه نیست، در نیول اونه زان موسیقی، از گرفتن موی بدن خود، از گرفتن ناخونهای خود خودداری بکنه. کسی که تصمیم قربانی داره این مستحب از کار خوب و ثوابی است. چهارم، تلاش بکنیم روزه روز عرفه را از یاد نبریم. راتلون که جمعه نهم در ذوالحجه ده او عرفه ده، یوم عرفه، هغه باید روزه ونیسه. روزه روز عرفه سبب محو گناهان دو سال میشه. و پنجم، تسبیحاتی را که بعد از نمازها گفتن و شان سنت است تلاش بکنیم از یاد نبریم. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. باید دری دیر زله سبحان الله، دری دیر زله الحمدلله، او سلور دیر زله الله اکبر باید. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. دو دقیقه دری وقت نیست. و نکته بعدی، تلاش بکنیم ذکری را که بعد از عرفه میگیم در ایام قبل از عرفه هم فراموش نکنیم. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. داخل روز عرفه واجب دی که از نماز صبح، بعد از نماز صبح متصل با نماز فرض، چی مرد چی زن در خانه، برای مادرها هم یاد بوده، برای خواهرها و خانمهای خود، که باید یک بار یوز الروس ده فرض منزده ده ویلش الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. چی مسافر چی مقیم، حد یقل یک بار بعد از نماز صبح روز عرفه تا نماز عصر روز 13 ذی الحجه گفته بشه.
اما قبل از عرفات هم قبل از روز عرفه ما تشویق به گفتن شدید فاکثروا فیهن من التکبیر و تحلیل و تحمید حضرت عبدالله ابن عمر از پیامبر خدا نقل کرد که شما تکبیر الله اکبر تحلیل لا اله الا الله تحمید الحمدلله را در این ده زیاد بگید پس در این ذکری که خدمت شما گفته شد و تکرار شد هم تکبیر است هم تحلیل است و هم تحمید و نکته بعدی کلمه سیومی را که یاد داریم تکرار بکنیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و نکته بعدی تلاوت با قرآن نکته بعدی صلوات و درود بر منجی عالم بشریت صلی الله علیه و سلم زیاد بخوانیم و آخرین مورد این که تلاش بکنیم با زبان خود کسی را آزار و ناراحت نکسازید اگر هم کسی ناراحت شده معذرت خواهی بکنیم قلبش دوباره شاد و راضی بسازیم و پایبند نوافلی که در پنج وقت نماز عبادات نفلی هستند بیشتر از ایام قبل از ایام دهه ذی‌الحجه باشه سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم پروردگارا لطف کردی خدا شامل حال این جمع کردن از کمی و کاستی و تقصیرات ما درگذر پروردگار امنیت و آرامی را برای همیشه نصیب ملت افغانستان بگردان کسانی که نظم و امنیت و آرامی را مختل میسازند خدایا هدایتشان کن اگر قابل هدایت نیستن خدایا شرشان کوتاه بگردان پروردگارا کسانی که به این ملت چی از داخل چی از خارج نظری بد دارن خدایا نیست معبودشان کن پروردگارا وحدت همبستگی آبادی دین و دنیا پیشرفت پروردگارا ارزانی برای ملت افغانستان نصیب کن از این سختی و قحطی و مشکلات ملت افغانستان پروردگارا با سربلندی بیرون بیاور و نجات بده پروردگارا وحدت و همبستگی مهر و محبتی واقعی در میان فرد فرد ملت افغانستان جابجا بگردان پروردگارا تو آن کن که پایانی کار تو خوشنود باشی ما رستگار خدایا آنچه که در نشست لوی جرگه دیروز امروز و فردا هست آنچه که رضای تو را در پیدار او نصیب ما بگردان آنچه که خیر ملت افغانستان را در پیدار نصیب ما بگردان پروردگارا نتیجه این نشست آنچه باشه که تو میخواهی آنچه باشه که ملت افغانستان میخواهی آنچه باشه که سبب آبادی و وحدت و پیشرفت ملت افغانستان باشه پروردگارا آبادی دین و دنیا را بر ما میسر کن کسانی که مریض هستند شفای کامل عاجل نصیب کن برشان کسانی که مسافر دارن فرزندانشان برادرانشان عزیزانشان خدایا در هر کجایی هستند سلامتی و آرامی را برشان میسر کن از مشکلات و حوادث محفوظ و مسئولشان نگه داری پروردگارا پدران و ریسفیدان و محاسن سفیدان ما را با عزت و سربلند داشته باشی از مریضها و مشکلات محفوظ و مسئولشان نگه داری یا حی و یا قیوم و برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه